ای آخرین امید رسالت، خوش آمدی. ای آخرین امید رسالت، خوش آمدی. خورشید آسمان عدالت، خوش آمدی. سر تا به پا قدر و جلالت، خوش آمدی. بنیان کن اساس ضلالت، خوش آمدی. با مقدم تو گشت زمین رشک آسمان، با مقدم تو گشت زمین رشک آسمان. عجل علی ظهورک یا صاحب الزمان. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، و با سلام تقدیم به شما بینندگان عزیز و محترم، دوستان خوب ما که برنامه خودتان، برنامه زنده روشنا را در این روز بسیار بسیار زیبا نگاه میکنید، روز میلاد با سعادت امام زمان مهدی موعود عجل الله تعالی فرج و شریف است. امروز را خدمت تمامی شیعیان و به ویژه شما دوستان عزیز ما، بینندگان خوب و نازنین برنامه روشنا تبریک و تهنیه درز میکنم. امروز مهمان خوبی هم داریم. مهمان ما خانوم شریفه علیزاده، روانشناس تربیتی است. اجازه بدین یک سلامی هم با ایشان داشته باشیم. سلام علیکم خانوم علیزاده، بسیار خوش آمدین. خواهش میکنم. من عرض سلام احترام دارم خدمت شما خانم بیانی جان و بینندگان خوبی برنامه، هر جایی که هستین انشالله جور ساعت من باشین. منم به نوبه خود میلاد پرخیر و برکت منجی عالم بشریت حضرت مهدی صاحب الزمان عجل الله رو تبریک و تهنیه درز میکنم. انشالله این روز خجسته بر همه مسلمانان تبریک باشه، مبارک باشه انشالله. تشکر از شما خانم شریفه علیزاده بزرگوار. اما خانم علیزاده، وقتی که نگاه میکنیم به باورهای شیعی خودمان و باوری که به وجود و حضور حضرت امام زمان عجل الله تعالی فرج و شریف داریم، خب برای ما به عنوان شیعه کاملا پذیرفته شده است، کاملا دلایلش برای ما متقن است، روایات موجود است و ما با قلب خودمان هم که مراجعه میکنیم او را کاملا درک میکنیم و فهم میکنیم. اما برای ما بسیار جالب بود به عنوان یک فرد شیعه که وقتی یک مدت پیش یک نوشته میخواندم از یک نویسنده که خارجی بود و خودش هم مسلمان نبود، نظرش ای بود که در کنار ای که آیا کسی باور داشته باشه به مسئله ظهور و به مسئله حضور و وجود حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف یا نه، باور به حضور و وجود امام غائب و باور به این مسئله که بالاخره یک روزی میرسه که این امام میایه و انتقام سختی هایی که مردم متحمل شدن را میگیره و یک روزی میرسه که جهان را پر از عدل و داد میکند، تمام زشتی های جهان، تمام رذایل اخلاقی قراره که در اون روز از بین برن انشاءالله و تمام خوبی ها و حسنات و فضایل اخلاقی رشد و گسترش پیدا بکنن در سطوح مختلف فردی و اجتماعی و سیاسی و اقتصادی. این باور باعث شد که شیعیان بتانند که با مشکلاتی که در طول تاریخ از دوره اوایل اسلام، از دوره اموی و بعد از او دوره عباسی و بعد از او دوران متعددی که گذشت در حکومت‌های متعددی که اتفاق افتاد و چقدر سختی ها متحمل شدن، بتانند این سختی ها را تحمل بکنند، بتانند کنار بیایند و بتانند که با موفقیت از این روزهای سخت و دشوارشان عبور بکنند. این مسئله برای من بسیار جالب بود و دلم است که انشالله امروز شما بیشتر در مورد همین مسئله صحبت بکنید که چطور یک باور دینی میتونه که بر کیفیت زندگی افراد تاثیرگذار باشه. بله. خب خانم بجان، چیزی که مد نظر من هست امروز میخوام که صحبت کنم، ربط بدیم همین باورهای دینی و باورهای مذهبی رو خودم به سلامت روان خود که چگونه
باعث ایجاد سلامت روان در ما میشه. همین چیزی که گفتین با قرنها اینکه شیعیان در مضیقه بودند، در مشکلات سیاسی اجتماعی بودند، باز هم توانستن خود از این در نگهداران بکشنن بله بالا، بر اساس همین باورها و اعتقادات ها ما هستند که تا باوری ما را در مقابل مشکلات زیاد کرده و باعث شده که ما همچنان بمانیم و بر اعتقاد خود راسختر باشیم. خب میخوایم بحث از سلامت روان شروع بله کنیم بله که مبحث روانشناسی هم مرتبط باشه با همین اعتقادات و باورهای در مهدوی خدمت شما هستیم. هستیم. خواهش میکنم. خب دوستای عزیز، میخوایم ببینیم سلامت روان چی هست. ما کلا انسان ها خب از لحاظ جسمی یک سلامتی داریم که ظاهرا مشخص است. اگر ناجور شدیم، مشکلی در جسم ما پیش آمد، خب میریم پیش دکتر و پی درمان درمان از او میکنیم. هستیم، بله خب کاملا مشهود است. اما علاوه بر سلامت جسمی، خانم جان، ما نیاز به سلامت روان هم داریم. گاهی وقتا روح و روان ما بیمار میشه، گاهی با وقتها ما از لحاظ جسمی هیچ مشکلی نداریم، ولی خب در خود احساس لذت و شادابی را نمی کنیم. احساس افسردگی داریم، احساس استراب داریم، احساس میکنیم که از زندگی خوش نیستیم، راضی نیستیم. خب این چیه؟ این برمیگرده به روح و روان ما که امکان داره دچار بیماری شده باشه. خب یک فردی که دارای سلامت روان هست چه مشخصه ای داره، چی رقم است و تعریفی که ما از سلامت روان داریم چی هست؟ کسی دارای سلامت روان است خان باین جان که بتوانه یک تفکر خوب داشته باشه، عملکرد خوب داشته باشه، رفتار خوب داشته باشه، بتوانه با دیگران ارتباط خوب و مناسب برقرار کنه، بتوانه درد دیگران رو بفهمه، بتوانه همدردی کنه با دیگران و بتوانه به اون مشکلات و استرس ها و استراب هایی که داره کنترل پیدا کنه، غلبه پیدا کنه و بتونه از زندگی خود لذت ببره. به این فرد میگیم که یک فردی که دارای سلامت روان ما هست. خانم علیزاده وقتی به خودمان نگاه میکنیم، عموما خب متوجه کمی و کاستی های خودمان که نمیشه، بله. اما وقتی خب به دیگه افراد نگاه میکنیم که خود میبینیم که یک فرد بسیار بدخوی است، بله. یک فرد است که با دیگه افراد سازگاری کمی داره، دقیقا. یک فردی است که حتی به راحتی دیگه افراد را ممکنه آزار بده و از این آزار دادن هم لذت ببرن، بله. بیویژه اگر که او فرد تای دستش باشه، بله. زیر دستش باشه، در اون صورت باشه که متاسفانه، بله. باز نسبتا شاید بشه گفت یک تبدیل به یک خورده فرهنگ هم شده در برخی از کشورها و شاید در برخی نقاط کشور، بله. ما. ما باید بپذیریم که من انسان دو بعد جسم سلامت نیاز دارم، یک سلامت جسمی من، یک سلامت روحی من. سلامت جسمی گفتیم مشهوده، ولی سلامت، بله. روحی در رفتار من با دیگران مشهود است. شاید خودم نفهمم که من دارای نقص سلامت روانی هستم، دیگران این را شاید بهتر بفهمه که من بدخوی هستم یا کدام از پرخاشگر هستم یا تون مزاج هستم یا خشم خود کنترل نمیتونم. خب شاید ایره در رفتار من مشهود است، من خودم نمیفهمم، ولی خب دیگران راحت تر تشخیص میدن. مهمیه که من او را درک کنم، بپذیرم و در پی درمان از او بشم و قبول داشته باشم که روان من شاید دچار مشکل شده باشه. خب و من نتیجه ایره چی درمان میشه کنم. خانم علیزاده، اگر که سلامت نباشه چه اتفاقی میفته؟ خب قطعا زندگی اجتماعی دچار مشکل میشه، دیگران آزار رسانی میشه، خود فرد تنها میشه و کل آسیب هایی که متوجه خود فرد و دیگران میشه. ببین خانم بنجون، دنیای امروز عصر خب بالاخره قرن 21 است و عصر انفجار اطلاعات و تکنولوژی و صنعت هست. خب خود این زندگی ماشینی، خود این زندگی صنعتی، خود این انفجار اطلاعات خود به خود مشکلاتی را بیشتر کرده. بله، بله. آسیب های روحی و روانی را چی در زندگی فردی، چی در زندگی اجتماعی، چه بین کودک ما، چه بین نوجوان ما، چه بین بزرگسال ما بیشتر کرده متاسفانه. یعنی اون آرامشی که، بله. انسان و بشر مثلا در 100 سال پیش، 200 سال پیش، 500 سال پیش داشت، بله. او را الان نداره، الان نداره. سبک زندگی دغدغه ها، تغییر کرده، مشکلات متاسفانه خیلی بیشتر شده و این باعث شده که سلامت روان ما بیشتر در معرض خطر قرار بگیره. ببینید سلامت جسمی بسیار پیشرفت کرده، بسیار علم پزشکی پیشرفت کرده و ما الان قدرت مبارزه با خیلی از بیماری ها را داریم، بله. خب حتی سرطان ها درمان میشه. اما به همین اندازه که سلامت جسمی ما پیشرفت کرده، سلامت روانی ما در معرض خطر بیشتری قرار گرفته. خب ما میخوایم بدانیم که یک آدم سالم و خود یک محک بذاریم خواهم بدانیم که آیا من انسان از سلامت روانی برخوردار هستم یا
نه دور بر من آیا کسی هست دچار مشکل از خانواده من دچار این مشکل سلامت روانی رو داشته باشه یا نه؟ همین خصوصیات که یک فردی دارای سلامت روانی است اول در خود جستجو میکنیم. خب اولین اصلی که مهمه یک فردی که دارای سلامت روانی است خانم جان واقع بینه، یعنی من با تمام کاسی ها مشکلات و کمبود هایی که دارم را میپذیرم، نه اینکه یک گوشه بمانم و افسوس بخورم که من چرا این مشکلی دارم، بلکه برای غلبه بر مشکلات خود بلند میشم، حرکت میکنم، فعالیت میکنم. مثلا من مشکل بینایی دارم، این دلیل نمیشه که من یک گوشه بمانم بگم خدایا من که مشکل بینایی دارم چی کنم، حرکت کنم چی کنم، درس خوانده چی کنم، از من کاری بر نمیآید. یا مثلا پای من فلج است، دست من کار میکنه، بگم والله من پای که ندارم، راه رفتن که نمیتونم، به درد هیچ کاری نمیخورم. خب یک فردی که دچار سلامت روانی نیست. پس واقع بین بودن الزوده به این معناست که در عین حالی که ما کمی ها و کاسی ها و مشکلات را میبینیم، بله، در کنار او توانمندی های خودمان هم بتونیم شناسایی، بله، بکنیم. مگه پای من مشکل داره دست من مشکل نداره، مگه چشم من مشکل داره گوش من زبان من که مشکل نداره، حرکات بدن من مشکل نداره، من بپذیرم این کمبود ها را، این نقص. گاهی انسان یک عمر زندگی میکنه نمیپذیره کمبود های خوده و همیشه این کار میکنه. خب این دچار مشکل سلامتی روانی است. کسی که دارای سلامتی روان هست خود همو رقمی که هست با تمام نقصا، با تمام مشکلات، با تمام کمبودها میپذیره، قبول داره خود و برای توانمند شدن خود تلاش میکنه. و یک از نشانه های اجازه بدین خانم عزیزه یک میان برنامه رو ببینیم، باز ادامه برنامه در خدمت شما خواهیم بود. بینندگان عزیز و محترم باز هم تبریک میگویم این روز بسیار زیبا میلاد با سعادت حضرت مهدی جلال الله تعالی فرجه و شریف را. بعد از یک میان برنامه برمیگردیم. برای عدالت می نویسم، می نویسم برای روزهایی که عطر عدالت کوچه های دلتنگی را لبریز کند و نسیم شادی بخش شاپرک ها چتری برای دلخوشی شمدانی ها باشد. با امید روزی که یک بار دیگر صدای دلنشین بلال از مأذنه های شهر بلند شود و خستگی را از تن منتظران بزداید. با امید روزی می نویسم که پیچک های عاشق از روشنای پنجره ها بالا روند و دست در دست ابرها با آسمان پیوند بخورند. دلخوشی برای فردایی که بهار پیراهن سبز خود را برتن کند و پروانه ها تمام کوچه باغ ها را با بالهای طلایی خودشان جارو کنند و زمین از دستهای مهربان باران فراوانی بنوشد و آنگاه است که مطمئن می شوم هزارایی نمی روید به هر جا می نهی پارا. همین قدر است و می دانم هوایی کرده ای ما را. میان چشمهایت دیدم قد می کشد باران و اندوهی که وسعت می دهد بیتابی ما را. ای زخم پیکر شهدا بی قرار تو، چشم علی به دست تو، ذوالفقار تو، فریاد انتقام شهیدان شعار تو، لبخند می زند عموی شیر خوار تو، کی دست انتقام خداوند لامکان عجل علی ظهور که یا صاحب الزمان. باز هم سلام به شما بینندگان عزیز و محترم و تبریک و تهنیت به مناسبت نیمه شعبان و میلاد با سعادت حضرت مهدی موعود امام زمان جلال الله تعالی فرجه الشریف. همچنان به گفتگوی خودمون با کارشناس محترم خانم علیزاده ادامه می دهیم. خانم علیزاده در خدمت شما هستیم. داشتیم در مورد خصوصیات یک فردی که دارای سلامت روان است گپ می‌زدیم. یک از نشانهایی که یک فرد دارای سلامت روان است است که خانم بیرین جان که از زندگی خود لذت می‌برد، در حال زندگی می‌کنه.
افسوس گذشته را نمیخوره که من چی بودم، چه حال داشتم و چه زندگی خوبی داشتم و چه رقم، و نگران آینده هم نیست که خدایا چی خواهد شد، چه من چه زندگی خواهد داشته باشم، اولادای من چی خواهد شد، آینده من چی خواهد شد. در حال و در همون موقعیتی که هست سعی میکنه با همون امکانات، با همون نعمات، با همون امکاناتی که داره خانم لذت فرق ببره میکنه بکنه. با دور اندیشی. بله دور اندیشی اینه که ما زندگی رو تعطیل کنیم و فقط نگران آینده باشیم. اینه که من زندگی حال خوشی های حال تعطیل کنم و فقط در گذشته خود حسرت بخورم که من چی حال داشتم. خب چون بسیار ما مردم مهاجر هستیم، خب ممکنه بسیار زندگی های خوب در وطن خود داشتیم رها کردیم و الان مهاجرت کردیم به کشورهای دیگه، خب خیلی از کلانترهای ما معمولا افسوس گذشته رو میخوره و احساس افسردگی پیدا میکنه و از طرف دیگر نگران آینده است که برای اولاد اونها چی پیش خواهد داد. خب همین باعث میشه که سلامت روان اونها در معرض خطر قرار بگیرد. پس سعی کنید این اصل لذت بردن داشته باشه و یکی دیگر اصل تعادل در زندگی. یعنی که کار به موقع خود، استراحت به موقع خود، عبادت به موقع خود، ورزش به موقع خود، برای همه اینها وقت داشته باشه. نه اینکه در یک کار بپردازد. حرف از لذت بردن یا توانایی لذت بردن از زندگی میشه، ذهن ما مره به سمت باورها و اندیشه های فلسفی غربی که گاهی اوقات هست که لذت را معیار حقیقت و معیار واقعیت قرار میده، همه چیز او است. من میخوام که به این تاکید بکنم که ما در اسلام لذت داریم، اما لذت ها در چارچوبی که دین و شرع ما قرار داده، اون بر اساس باورها و اعتقادات هر فرد هست که چگونه بتوانه از اون مراد خود لذت ببره. خب یکی دیگه اصل تعادل، بسیار ما مردم از متاسفانه آنچنان مشغول کار میشه که زندگی خود تعطیل میکنه، تفریح خود تعطیل میکنه، معاشرت و نشست و برخاست با قوم خویش خود تعطیل میکنه. این رقمش هم درست نیست و این باعث میشه که به سلامت روان خود آسیب برسانه، چرا که هر انسانی هم طور که نیاز به کار داره، نیاز به تفریح داره، نیاز به استراحت داره، نیاز به رفت آمد داره و باید همه این نیازها رو در نظر بگیره و اصل تعادل در زندگی خود رعایت کنه. این فرد میشه دارای سلامت روان. یک فردی که دارای سلامت روان است توانایی مقابله با استرس ها را داره. یعنی من در خود الان یک محک بذارم، آیا میتونم خشم خود کنترل کنم؟ آیا در موقعیتی که میتونم فریاد بذارم میتونم خود کنترل کنم و جلوی فریاد خود بگیرم؟ آیا در موقعیتی که میتونم یک کس لتوکوب کنم و یک مقابله جسمی کنم میتونم خود کنترل کنم و نگه دارم می خشم خود؟ اگر این توانایی را دارم پس از سلامت روانی هم برخوردارم. اگر ندارم باید یک فکر بکنم ممکن است که سلامت روانی من دوچار صدمه و آسیب شده باشه. خانم علیزاده، من ذهنم رفت به سمتی که یک تیپ های شخصیتی رو روانشناسی معرفی میکنه. بله. یک نفر تیپ شخصیتی برونگرا داره، یک نفر تیپ شخصیتی درونگرا داره. خب شما میفرمایید که باید مثلا حضور داشته باشه در اجتماع، باید در مهمانی در خانه دیگه افراد خویشاوندان رفت آمد داشته باشه، یا این مسئله که فرمودین خب خشم خود کنترل کنه و اینها. خب یک آدم درونگرا ذاتن آدمی است که احتمالاً خشم خود بیشتر کنترل میکنه، آدم برونگرا آدمی است که برونداد بیشتری داره، از تمام احساسات خود بروز بیشتری داره، یا درونگرا در خانه آرامش و آسایش بیشتری داره تا و برعکس برونگرا که ممکن در خانه اعصابش خرد شه و دلش بخواد که اما 5 دقیقه را هم بره به همسایه خود گپ داشته باشه. تعادل رو چه رقم رعایت کنیم؟ یک وقت افراد و تفرید داریم بیش از حد درونگراست. درسته یک فرد درونگرا به تنهایی خود خوش است، اما همین درونگرا که فقط در تنهایی خوش است یا فقط در سر کار خودش خوش است، خب ممکنه لطمه باعث به خانواده خود بزنه، چرا که فرزند از اون نیاز داره که پدر از اون، مادر از اون، امراه از اون باشه، معاشرت داشته باشه، تفریح داشته باشه، رفت آمد داشته باشه، بازی کنه. پس یک فردی که احساس میکنم من در اون گرا هستم، این رقم نیست که تعطیل کنه و بگه چون من در اون گرا هستم خلاص دیگه، نه، این تیپ شخصیتی است. انسان میتونه خود تغییر بده، انسان در حال تغییر است، انسان باید ضعف ها و قوت های خود بشناسه، بر ضعف های خود غلبه پیدا کنه، قوت های خود تقویت کنه. این ذات انسان قابل، بالاخره قابل تغییر رفتارهای انسان، انسان یاد میگیره، مدام در حال تغییر است و این رقم نیست که من چون از اول یک فرد درونگرا و خودداری هستم و سعی میکنم تنهایی رو خود خوش داشته باشم به همین سبک روال خود ادامه پیدا کنم، باید بپذیرم که این سبک رفتار من به من آسیب میرسانه، به خانواده من
آسیب میرسانه و همی خوی و خصلت من سر اولاد من باز پیاده میشه، او هم امیر رقم میشه. پس برای که این ضرر و زیان نرسانه باید یک تغییرات در خود ایجاد کنم. کسی که مثلا بیش از حد میگه من برونگرا هستم و خشم خود ابراز میکنه، این هم کار اشتباهی هسته. چرا که باید توانایی کنترل خشم داشته باشه، چون اگر بیش از حد خب ابراز کنه خشم خود، یه باعث آسیب رساندن به خانواده ازو میشه، باعث آسیب رساندن به اجتماع ازو میشه، باعث آسیب رساندن به محل کار ازو میشه. درست. و بسیار ضررهای فراوانی دو داره. در مقام مقایسه خانم علیزاده فکر میکنم این مقایسه درست باشه، به این نحو که بگویم که یک فردی مثلا به دنیا که اومده به صورت ژنتیکی یک مشکل ژنتیکی داره، باز تسلیم او شوه و هر چیزی که دیگه افراد بگه بگه من این مشکل را دارم، مثلا پای من لنگ است و نمیتونم تکان بخورم، پس اشکالی هم نمیکنه. فرد درونگرا و برونگرا ما این رقم است. خب تو ذاتن اگر برونگرا یا درونگرا هستی باید بتونی که جنبه‌های دیگه زندگی خود رشد بدی و با این مشکلی که داری غلط پیدا کنی. رفتار انسان‌ها قابل تغییر است خانم بیانجان، تو نیست که ثبات داشته باشم اول تا آخر فرق کنه. ما هر روز تغییر میکنه رفتار ما، هر سال تغییر میکنه شخصیت ما، تکمیل‌تر میشه و ما میتونیم که این تغییر در خود ایجاد کنیم. اگر قابل تغییر نبود خانم علیزاده، این روایات بسیار زیاد و تأکیدات فراوان اخلاقی وجود نمیداشت، معنا پیدا نمیکرد. خب یکی از نشانه هایی که یک فردی دارای سلامتی روان است که مسئولیت پذیر است. یعنی وقتی که کاری انجام میده، حرف میزنه، به همون گپی خود قبول داره، بپذیره. مثلا من یک رفتاری کردم که باعث آزار رساندن به دیگران شدم، گودم گپی زدم که باعث اذیت دیگران شدم. خب یک فردی که دارای سلامت روان است میپذیره مسئولیت خود و میگه من در قبال این رفتار، در قبال این گفتار خب مسئول هستم. اگر اشتباهی از من سر زده، خب یا عذرخواهی میکنه، دلجویی میکنه از فرد. اما کسی که سلامت روانی نداره این کار میکنه، میگه نه من درست گفتم، مگبم درست با شما برداشته بد کرد. یعنی حتی بدن خود هم مطمئن است، خودش هوشیار است، میفهمد که من اشتباه کردم ولی نمیخوای که بپذیری. این کار میکنه و میگه نه گپ من درسته، شما اش برداشته بد کردی. و یا اینکه فلانی باعث شد که رقم پیش بیایه، دیگران را عامل میدانه، توجیه میکنه رفتار زشت خود، قبول نداره. این میشه یک فردی که دارای سلامت روانی مناسبی نیست. پس همه این عوامل هایی که گفتیم، گاهی وقتا تعصب های بیجا داریم، قبول هم نداریم، میگیم در خانه گپ گپ ما باشه، باید همین حرف اول و آخر. میخوای یک فردی که واقعا سلامت روانی تو چون مشکل است. یعنی چی که بگیم من مطلقا من به جای همه فکر میکنم، مطلقا من به جای همه تصمیم میگیرم، من عمل میکنم. گاهی اوقات است که این مشکل خانم علیزاده نه تنها فردی که حتی اجتماعی میشه، یعنی یک گروه از مردم هستن که یک مشکل را دارن با او افتخار میکنن، مثلا من لج فلان محله را دارم. خب از مردم فلان افراد جایستم. گروه ها را به وجود میارن. همین تعصب ها فردی کناره هم تعصب گروهی را به وجود میارن، تعصب حزبی را به وجود میارن، متاسفانه یک دیدگاه متعصب نسبت به یک طبقه جامعه به وجود میارن. همین ها کنار هم قرار میگیرن و متاسفانه قبول هم ندارن که اینها سلامت روان مناسبی که ندارن، که این گونه فکر میکنن، این گونه رفتار میکنن. ما باید به همگان حق بدهیم، همگان را قبول داشته باشیم و این را هم بپذیریم که ما هم ضعف‌های خود داریم. یعنی اولین قدم برای پیشرفت خانم علیزاده انسان که فکر کنه پذیرفتن است که من در یک زمینه مشکل دارم. بله. وقتی که مشکل را پذیرفتی تو به دنبال راه حل میگردی و او را انشالله پیدا هم میکنی، ولی وقتی که ما متاسفانه متعصب هستیم بر سر داشته های خودمان، حتی اگر یک داشته ای باشه که بسیار به ضرر خودم، خانواده ایم، جامعه ایم باشه، وقتی متعصب هستم و ضعف خود نمیپذیرم، خب نتیجهش میشه که هیچ وقت هم درمان نمیشه. بله، یک میان برنامه را بینندگان عزیز و محترم میبینیم، باز برمیگردیم. چه خوش میتابی ای ماه تمام نیمه شعبان، به تاب ای لحظه هایت را همه عمر جهان قربان. به تاب امشب که داری در بغل خورشید نورافشان، به تاب امشب بخوان با اختران تا صبحدم قرآن. بخوان با من که یار آمد به باغ دل بهار آمد، به ملک جان قرار آمد گل نرگس به بار آمد، گل نرگس که از عطرش جهان شد جنت الاعلا. گل نرگس که خلقت تا ابد مستند از بویش، گل نرگس که جانها رونمای دیدن رویش، گل نرگس
که رزوان آورد دست دعا سویش، گل نرگس که باغ و باغبان آمد سناگویش، ملائک مست لبخندش، جلالت عبد پابندش، عدالت آرزومندش، به لب ذکر خداوندش، رخش جنت، قدش طوبا، لبش کوثر، دلش دریا. فرودا از زمین ای مه، ببین خلد مخلد را، در این خلد مخلد جلوه دادار سرمد را، درون جلوه دادار سرمد روی احمد را، حسین و مجتبی و حیدر و زهرا، محمد را. جهان مرده شد زنده، شب و مهر درخشنده، به تابه ماه تابنده، بزن بر سامره خنده، کتابید آفتاب فاطمه امشب ز سامر را. خروش از دل برآورد مردم عالم، انا المهدی الا ای سر به سر ذریه آدم، انا المهدی ستمکاران در دژهای مستحکم، انا المهدی تمام امت پیغمبر خاتم، انا المهدی ابر مرد قیامم من، خلائق را امامم من، عدالت را قوامم من، خدنگ انتقامم من، بپا خیزید مظلومان که آمد مصلح دنیا، بپا خیزید، بپا خیزید، نجل فاتح بدر و حنین آمد، بپا خیزید، زهرا و علی را نور عین آمد، بپا خیزید که از کعبه امام عالمین آمد، بپا خیزید روز یا لسارات الحسین آمد. منم سیف خدا مهدی، منم نور الهدا مهدی، بپا خیزید با مهدی، خروش آرید یا مهدی، ظهور من برآرد ریشه کفر و زلالت را، ظهور من بگیرد از بشر قید جهالت را، ظهور من برافروزد عدالت را، ظهور من کند تکمیل قانون رسالت را. هر آن کو خواست در عالم ببیند هیبت آدم، ببیند عیسی مریم، ببیند حضرت خاتم، مرا بیند که در من هست حسن انبیا پیدا. بیا یبن الحسن، بیا ای صد هزاران پور عمران محو و مدهوشت، بیا ای درد مظلومان به هر دوران هماغوشت، بیا ای بانگ آشورایان پیوسته در گوشت، بیا ای پرچم سرخ حسینی بر سر دوشت، ولی قادر منان، امید عطرت و قرآن، فروغ دیده انسان، به تیغ حیدری بستان زبو سفیانیان، داد صلح شوران آشورا. اللهم عجل لولیک الفرج. حرام باد مرا فیض دیدن رویت، اگر دهم دو جهان را با یک سر مویت، به هر کجا که روم زائر جمال تو ام، به هر طرف که نهم رو دلم بود سویت. تو را ظهور خوش است و مرا حضور خوش است، ظهور کن که رسانم حضور در کویت. بینندگان عزیز و محترم، همچنان در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم در این روز زیبا، روز میلاد با سعادت حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه شریف، با برنامه خودتان، برنامه روشنا که از تلویزیون جهانی هادی تقدیم نگاه های پر از لطف و صفا و محبت شما عزیزان میشه. همچنان گفتگو میکنیم با کارشناس محترم خانم علیزاده. خانم علیزاده، شما در مورد ویژگی های یک فردی که سلامت روان داره صحبت میکنیم. حالا میخوام با اینجوری که خب ما این ویژگی ها رو بررسی کردیم، حالا در خودم که نگاه میکنیم، ما همه این ویژگی های مثبت را نداریم. هر انسانی نمیتونه بگم من مطلقا کاملا دارای سلامت روانی هستم، همونطور که دارای سلامت جسمی مطلق هم ما نمیتونیم باشیم. بله، خب آقای بله. مشکل جزئی امکان داره داشته باشیم. خب برای هر درد درمانی وجود داره. آیا برای مشکلات سلامت روان
مشکلات روانی ما، روحی و روانی ما، آیا راه های درمان هم وجود دارم؟ بله. یک درمانی که خانم علیزاده من به عنوان یک شخص، یک فرد بتانم او را انجام بدم، چون بعضی وقتا اصلا برمیگرده به دیگه افراد. بله. مثلا به خانواده برمیگرده، من چی کنم؟ خب پدر من، مادر من، بله. اگر تأثیرم به سلامت روان من داره، من کاری از دستم بر نمیایه. اکثرا بله. عموما کسایی که سن و سالشون زیاد است تغییر نمیکنن. بله. یا دیگه افراد، من خودم چی کنم؟ بله دقیقاً. خب هم بسیار نکته جالب است که وقتا بسیار از ریشه های مشکلات روحی روانی من خانواده من است. خب من توانایی تغییر خانواده را ندارم، من نمیتونم سبک زندگی خانواده را تغییر دارم. آیا راهی است که من فرد، من خودم بلند شم برای سلامت روانم کوشش کنم؟ بله. یک از راههایی که بسیار جالب است خانم بینجان و در قرن 21 به او رسیده بسیاری از حتی دانشمندان خارجی، راهی به نام معنویت درمانی هست. که میان معنویت درمانی چی هست؟ بر اساس اعتقادات قلبی یک فرد راه درمان و تغییر رفتارها و آسیب‌های روانی از رو پیدا میکنن. ببینید، بر اساس اعتقاد قلبی، بر اساس باور و ارزشی که شما انسان داری، از همون باورها و ارزش‌های خودت استفاده میکنه برای درمان آسیب‌های روحی و روانی. و یک روش درمان هست در مکتب روانشناسی که امروزه رسیده. گفتیم که در دنیای امروز که متاسفانه همان به همان اندازه که صنعت پیشرفت کرده، به همان اندازه هم آسیب‌های روحی روانی زیاد شده. خب معنویت مهمترین اصل هست برای تقویت سلامت روان. چگونه؟ خب چیزی که همه ما اعتقاد داریم به عنوان مسلمان خدا هست. درست است؟ و همین خدا باوری باعث میشه که ما در بسیاری از مشکلات و معضلات و گرفتاری ها احساس تنهایی نکنم. ما باور قلبی دارم کسی بالاتر وجود داره که مرا میبینه با تمام مشکلاتم، مرا تنها نگذاشته. و همین باور قلبی که من خدایی دارم که مواظب من هست، خدایی دارم که مشکلات مرا میبینه و من احساس تنهایی نمیکنم، همین باعث میشه به من امید میده، همین باعث میشه که من توانایی بلند شدن، توانایی حرکت، توانایی غلبه بر مشکلات را داشته باشم. بله خانم علیزاده، من امروز اتفاقا یک کلیپ دیدم از یک پلری که دختر جوانش، دختر 16 سالش، جزو شهدای حادثه تروریستی مکتب سید شهدا بود و این پدر عکس دختر خود گرفته بود و صحبت میکرد در مورد اتفاقی که برایش افتاده و اینکه چه ماجرای رخ داد، ما بعد از اینکه دخترم شهید شد چه کار کردم و اینها. وقتی که صحبت میکرد، من به عنوان یک فرد، یک ناظر بیرون نگاه میکردم، خدایا خداست که مرد را نگه داشته، هر کس دیگه ای باشه، ای درد و ای رنج که تو دختر خود با هزار امید آرزو با مکتب روان بکنی که برای خودش یک شخصیتی شه و برای خانوادش مایه عزت و افتخار شه و برای جامعه خودش خدمت بکنه و بعد جنازه پاره پاره شده او را تحویل بگیره. هر کسی باشه نمیتونه تحمل کنه، دچار فروپاشی میشه. کما اینکه خب موارد زیادی هم داشتیم، کسی که بعد از فوت، بعد از دست دادن یک عزیز، تمام شخصیت، تمام هویتش فرو ریخته، دیگه نمیتونه به زندگی اون ادامه بده. بله، خودکشی میکنه. بله، بعد از این. ولی خانواده هایی رو ما میبینیم که بعد از این مصیبت ها هنوز هم میتونه که همچنان ایستاده باشن و روی پای باشن، اطفال دیگه خود هم به مکتب روان میکنن و به زندگی ادامه میدن. بله، و همین باورها، همین اعتقادات قلبی که بین مردم ما الحمدلله بسیار راسختر و محکمتر هست، باعث شده که اینا همچنان زنده باشن و به زندگی امیدوار باشن. شاید هر کسی جای اینها بود واقعا رها میکرد این رقم زندگی را، واقعا اعتقادات شاید سوس میشد، شاید کفر میگفت، شاید انکار میکرد که چرا همه بلاها بر سر ما بیاید. هر روز انفجار، هر روز جنگ، هر روز پرپر شدن جوانای خود پیش خود مینگره، ولی باز هم از خدای خود ناامید نمیشه و همین توکل و همین توسل و خدا باعث میشه که اونها رنج این مصیبت ها را بتونن تحمل کنه، بتونه کاهش پیدا کنه. و قطعا این رقم مصیبت ها خانم بینجان به اونها استرس وارد میکنه. انسان است که سنگ نیست. قطعا به اونها استراب وارد میکنه، قطعا به اونها افسردگی وارد میکنه، ولی چه چیزی باعث میشه که اینا محکم باشه و به زندگی حیات خود ادامه بده؟ همین توکل و توسل به خدا است، همین باعث اعتقادات مذهبی و محکمی هست که باعث میشه آنها امیدوار باشه به عنایت الهی و به زندگی عادی خود ادامه بده. خب چه رقم ما تقویت سلامت روان داریم؟ علاوه بر همین اعتقادات و باورهای مذهبی ما، خب از اون مراسم مذهبی داریم. بله. ما الحمدلله در مکتب شیعه، خب ما
تکیه ها را داریم، بله مساجد را تکیه ها داریم، داریم. مساجد داریم و ادعیه داریم. ما در دعای توسل داریم، دعای ندبه داریم، دعای کمیل داریم و همین جمع های مذهبی که باعث میشه وقتی ما دلم گرفته باشه، وقتی نیاز داشته باشم به تخلیه روانی خود، میرم در این مجالس شرکت میکنم و همین مجالس باعث میشه که من تخلیه روانی شوم، هیجانات منفی از من دور شوم. ببین این یک معنویت درمانیه، این در دنیای غرب نداره. به همین خاطر هم مشکلات آسیب های روحی روانی زیاده. مردم سرگردانه، نمیدانه به کجا بره که این هیجانات منفی خود را خالی کنه، کجا بره که انرژی مثبت خود را دریافت کنه. ولی ما در بله. مکتب خود همچین جایی داریم، جای قدس که میگن مثلا دور هم جمع شوید، مثلا خنده درمانی کنید، دور بله. هم جمع شوید مثلا ذکرگویی کنید، یا یوگا و از بله. که در یوگا وجود داره انجام میدن. بله. بله. ولی خب ما به راحتی به مثلا خودمان داریم و انجام میدیم. بله. الحمدلله بله. بعد از 1400 سالی سختی ها رو شیعه به همین روش تحمل روش کرده. تحمل بله. کرده به همین روش هست که ماندگار شده، وگرنه خب شیعه خیلی وقت شده از بین میرفت. بله بله. بله. خب گفتیم همین جمع ها و همین جلسات باعث میشه که من تخلیه روانی شم، باعث میشه که من اشتیاق پیدا کنم، آرامش پیدا میکنم بعد از اون که از جلسات بیرون. و همونطور اعیاد ما، میلاد های ما، اعیاد های مذهبی ما، مثل همچین روزی که میلاد بزرگی هست، باعث میشه که من شور و اشتیاق پیدا کنم، هیجان پیدا کنم، باعث میشه که من دلم خوش باشه و این خوشی آثار مثبتی داره بر سلامت روان من. و ببینید ما همینطور که شما گفتین در غرب متاسفانه چون سرگردانند، چون راه مناسب، چون اعتقاد مذهبی نیست، خیلی وقتا با کوچکترین مشکلات و مصیبت های خودکشی میکنن. بله. چرا که دیگه باور ندارن، فکر میکنن تمام شد. اما اون چیزی که باعث میشه در کشور مثل کشور ما با همه مشکلات و معضلات و سختی هایی که باشه، آمار خودکشی کم باشه، به این اعتقادات قلبی است که من به معادی به خدایی معتقد هستم و من اختیار این حیات بدنی خودم ندارم که من او رو بگیرم، باید اون دست خداست، من اجازه ندارم حیات خود رو بگیرم. پس همین باعث میشه که من مقاومت کنم در برابر مشکلات، باعث میشه تاباوری من بالا بره. همین اعتقاداتی که ما داریم که در مکتب شیعه خب بسیار سختی هایی که برای ائمه ما پیش آمده و همون را که ما میشنیم، باعث میشه که تاباوری ما بالا باشه در مقابل مشکلات و سختی های و آسیب های زندگی امروزی که متاسفانه در کشور ما خیلی بیشتر هست. بله بسیار تشکر خب. خانم علیزاده عزیز، متاسفانه وقت برنامه تقریبا رو به اتمام است، در حد یک دقیقه اگر جنبندی بفرمایید تشکر خواهش میکنم. من اعتقادی که بسیار خوب در بین ما شیاد و اصل اعتقادات ما است، اعتقاد به مهدویت بله. و ظهور است. و بله. چگونه مهدویت و ظهور، اینو بسیار مختصر بگم شد مش میخوام با این رو که اعتقاد به مهدویت چون روزیش هست، میلادش هست، من بگم که میتونه باعث تقویت سلامت روان باشه. چرا؟ یک، در رأس مهدویت ما امید را داریم، امید به ظهور، و هم امید در مقابل ناامیدی هست. همین امید به ظهور باعث میشه که من از دنیا و از گرفتاری ها و مشکلات و غم های این دنیا ناامید نشوم، چرا که امید دارم که روزی کسی خواهد آمد و این دنیا را همونطور که پر از ظلم شده، پر از عدل و داد خواهد کرد. و یکی دیگر آمادگی، خب ما برای ظهور باید یک جنب جوشی، یک تلاشی، یک حرکتی باید بله، داشته باشم بله. باید یک آمادگی داشته باشم. خب این آمادگی ما باید در گفتار ما، در فکر ما، در رفتار ما، من نشان بدم به حضرت که من آمادگی را دارم. و یک رکن دیگه اشتیاق است. همین اشتیاقی که من به ظهور دارم باعث میشه که من تحمل رنج مشکلات من داشته باشم. چرا؟ چرا که مشتاق هستم که روزی خواهد آمد منجی عالم بشریت که امروز میلادش هست و انشاءالله که زنده باشیم و ببینیم و اگر نبودیم خداوند این عنایت کنه زنده شویم و این چشمای گناهکار ما روشن شد و نور جمال وجود دلارای مهدی زهرا. بله بسیار تشکر از شما. در این انتهای برنامه یک دو بیت دیگه هم من تقدیم شما بینندگان عزیز محترم بکنم که بسیار شعر زیبایی است. خدا کند که سحر بعد شام تار بیاید، دعا کنید که روز ظهور یار بیاید. جهان ز روی محمد بهار بود، خدا را دعا کنید که بار دیگر بهار بیاید. بینندگان عزیز محترم، به همراهی کارشناس محترم برنامه خانم علیزاده از حضور شما مرخص می شویم. در پناه خداوند مهربان باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.